ما هو التوحيد؟ توحيد شيست؟ هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد عبارة است از یگانه و بی‌بدیل دانستن الله متعال در ربوبیت، الوهیت و اسما و صفات. هذا فيه أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. بنابراین توحید بر سه قسم هست. الأول توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. قسم اول توحید، توحید ربوبیت که عبارت است از یگانه و بی‌بدیل دانستن الله متعال در افعالش. الثانی توحید الالوهیه، توحید العباده، افراد الله سبحانه و تعالی بالعباده بان لا يعبد الا الله. نوع دوم توحید، توحید الوهیت که عبارت است از یگانه و بی‌بدیل دانستن الله متعال در عبادت. الثالث توحید الاسماء والصفات، افراد الله سبحانه و تعالی باسمائه و صفاته. نوع سوم توحید، توحید اسما و صفات که عبارت است از یگانه و بی‌بدیل دانستن الله متعال در اسما و صفاتش. بان نثبت لله سبحانه و تعالی ما اثبت لنفسه من الاسماء والصفات. بدین ترتیب که آنچه رو که الله متعال از اسما و صفات برای خودش ثابت دونسته برای او ثابت بدونیم. فی کتابه و علی لسان رسول صلی الله علیه و سلم. مطابق آنچه که در کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اومده. و ننفی کل ما نفی الله عن نفسه و نفی عنه رسول صلی الله علیه و سلم. و همچنین نفی بکنیم آنچه رو که الله و رسولش از الله متعال از اسما و صفات نفی کردند. و ننزه الله سبحانه و تعالی مماثله الخلق. و الله متعال رو از همانندی و شباهت به خلق و آفریده های او منزه و پاک بدونیم. نقول آمنا و صدقنا و سلمنا ولا نسأل لا نقول کیف او لما. میگوییم که ایمان آوردیم و تصدیق کردیم و تسلیم شدیم به آنچه که الله متعال بیان فرموده و ثابت کرده و آنچه که الله متعال و رسولش از او نفی کردند. لابد ان نتعلم التوحید لان نسأل ما هو التوحید؟ نجيب بأنه إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والله أعلم. از این روز که باید توحید رو فرا بگیریم و بازخواست میشیم و مورد سوال قرار میگیریم که چرا توحید رو فرا میگیری؟ چرا که یگانه و بی‌بدیل دانستن الله متعال در ربوبیت و الوهیت و اسما و صفات هست؟ والله أعلم.